صبح زیبا و دلانگیز همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر. عید سعید فطر صمیم قلب بر همه شما عزیزان مبارک میگم و خدا کنه که روزهای عید را هم بخیر و بخوشی سپری بکنین. حال هم مهمانان خیلی خوب در برنامه داشتیم، بخشای جالب داشتیم که تقدیمتان کردیم. انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه و تا این لحظه از دیدن صبح و زندگی لذت برده باشه. بله، اوقاتتان همچنان به خیر و خوبی و خوشحالی. خدا کنه تا این لحظه در کنار صبح زندگی سپری شده باشه و از این به بعد هم تا ساعت 9 ما رو تنها نگذارین که از طریق اسکایپ صحبت خیلی خوب با مهمانای عزیز ما می داشته باشیم و این تبریکی که برشان ما داریم و کسایی که دیگه خوب آمادگی برای روز عید گرفتن و برای عید سعید فطر گرفتن، خوب هم تو میوای خشک یا تیاری گرفتن که به منتظر بعضی مهمان ها میباشن، نوش جان شام باشن، ولی پرخوری نکنین که خدای نخواسته دیگه وضعیت میده تان خراب نشه. بله، و بیشتر مردم هم پستر زیاد دوست دارن، استفاده میکنن پسته شور خصوصا و بادام زیاد مردم خوش دارن و به مو دلیل هم قیمت های دو میوه خشکان بسیار زیاد است و مصرفشان خراب میسازن. باز بخصوص دیگه اینا رمضان هم که خلاص شده، کلگی دیگه دفعتا برای چاشنم غذای چرب هم دلشان میشه تیار کنن، نوشجان کنن، همراه از او هم اگر قبل از او بعد از او میوه خشکم بخوره، باز خدای نخواسته صحتشان خراب نشه. بخاطر از این گفتم که طفلا باید خیلی متوجه از این موضوع باشن که خدای نخواسته دیگه ناجور نشه، ایدی نشن. نی بعد از ماه مبارک رمضان باز یگان تا که پرخوری میکنن میگن که ایدی شده میشه. دقیقاً. خب رویا، پیشتر رفتیم به طرف کشور آلمان، همراه بیژنجان صحبت کردیم، چی نظر داری حالا به طرف کدام کشور بریم؟ بازم میریم به طرف کشورهای خارجی که بازم ما میخوایم با هموطنان عزیزم صحبت داشته باشم. این دفعه ما میخوایم با آرزوجان یونس میخوایم صحبت کنیم از استرالیا. بله، از استرالیا که شاعر و نویسنده هم هستن و میخوایم که یک تبریکی برش داشته باشیم. خواهرک قندول ما همین لحظه برش سلام و صبح بخیری دارم. نیفا اونجا چند بجه هست؟ مقصد عیدت مبارک باشه عزیز دل، روز نماستم قبول. یکم ایدانه میگویم سلامم هموطن، یکم ایدانه میگویم سلامم هموطن، با دل دیوانه میگویم سلامم هموطن. تحفه ایدی من نقل و نبات کابل است، تحفه ایدی من نقل و نبات کابل است، با دل بیکینه میگویم سلامم هموطن. سلام بر رویا جان مقبول و رستم جان عزیز و تمام هموطنانم که در هر گوشه و کنار دنیا بیننده برنامه صبح زندگی هستند. تقدیم میکنم عیدتان مبارک، طاعات عباداتتان قبول. زنده و سلامت باشی آرزوی عزیز. چقدر واویایت مقبول است، چه لباس مقبول، چی آمادگی خوب گرفتی برای روز عید، نام خدا. تشکر رویا جان عزیز، ناگفته نمانه که خودت هم نام خدا به نهایت مقبول مولو میشی و بیننده عزیز من رویا جان از خاطر تعریف نمیکنم که همچیر هستین، واقعیت هم میکنم رویا جان مقبول تر است. قربانت آرزوی عزیز، سلامت باشی، قربانت، چشمایت مقبول از خود زیبا هستی. اکثر کسا خود ما خودت بیخی دیگه خوارا فکر میکنن، در عین حال ما در اصلیت خواهران نیستی ولی خیلی یکی دیگر مثل خواهر دوست داریم و همیشه من خودت خیلی دوست داشتم، همیشه دوست داشتم همو شعرهایی که داشتی یا متنهایی که داشتی خودم همیشه میخوانم و واقعا خیلی علاقه مند خودت هم هستم. هر کجایی که هستی خودت هم آرزو جان همچنان مثل همین لحظه که خندان هستی زندگیت با لبخند و با خوشحالی سپری کنی. خب روز عید برای تبریکی دادم، روز اول عید هست، لباسای مقبولت هم تبریکی دادم، عیدی خودت هم که فکر کنم همو یک دکلمه زیبا بود که در شروع برای ما بیننده ها داشتی، عیدی هم گرفتیم، برای چی آماده ای گرفتی ایره بر ما قصه کن. قربانت رویا جان گل، من هم یکی از علاقمندان خاص تستم و بی نهایت دوست دارم میره خودتا و همکارا همه که میدانن. سلامت باشی رویا جان. خب رو قسم گفتین روز اول عید است و ما همی آمادگی و خود گرفتیم، منتظر میمانات و البته در شرایط کرونا قرار داریم. خب فقط مادر جانم و برادرایم باز بخیر میاین، دیگه دوستان نمیفهم کی میاین کی نمیاین، دیگه منتظر پذیرای مهمان ها هست. بسیار عالی آرزو جان، سلام، ما هم بر خودت برسه، عیدت مبارک باشه. ماشاءالله معلوم میشه که همون تو خوب آمادگی خاص گرفتی به خاطر تجلیل از روز عید. تشکر رستم جان عزیز، عید خودتان مبارک، عباداتتان قبول. ولی رستم جان، من دختر افغان هستم و روزای خاصی که در افغانستان یا مسلمان ها تجلیل میکنن همیشه من تجلیل میکنم و عید یکی از روزای خیلی مهم است که از طفولیت بسیار دوست داشتم که کالای نو بپوشم و حالا هم امو عادت های مانده.
ماشاءالله بسیار عالی است، عادات بسیار خوب است. یک تعداد از مردم که افغانای ما میرن بیرون از کشور در کشورهای خارجی یک چند سال زندگی میکنن، باز بعض عادات افغانی را فراموش میکنن، ولی ماشاءالله خودت هنوز هم همون فرهنگ افغانستان را تطبیق میکنی اگرچه در کشور خارجی هم زندگی میکنی. ولی آرزو جان، من از خودت یک سوال داشتم. در روزهای قرنطین و روزهای رخصتی سه مهارت را که خودت یاد گرفتی میشه بر ما بگویی؟ سوال بسیار جالب. یکی آشپزی لایق شدیم که ایره مادر جانم چند روز قبل برش منتو پخته کردم، ایره تصدیق کرد، گفته نه خوب است در قرنطین آشپزی لایق شدی. آشپزی غذا را یاد گرفتم، شیرینی های رنگارنگ یاد گرفتم و همچنان توانستم که کمک های به هموطنان عزیزم که در افغانستان زندگی میکنن، در حالت فقر به سر میبرن، با اونا کمک بکنم. دیگه کدام کار خاص یاد نگرفتیم. نام خدا. دیگه آرزو جان، خدا ده همه کارا لایق هستی و روزای قرنطینه هم به گفته خدا دیگه سر ده قدر تاثیر مانده که دیگه کارهایی که قدر لایق نبودی لایق شدی. رمضان چگونه بر سپری شد آرزو جان؟ چند روز روزه گرفتی، چند روز خوردی؟ بین ما و خودت میمانه. تشکر رو جان قند. صادقانه بگویم هر کسی که در رمضان از ما سوال کرد روزه داری یا خیر، ما برش گفتم که نمیخوام جواب سوالتان بدم، به خاطر که اگر آدم بگویه که امیال، من یقین دارم که من بگویم من همه رمضان روزه گرفتم، محمدانا میگه دروغ میگی، یک روزه هم نخواد گرفته باشی. از این خاطر چون عبادت که آدم میکنه بین خود و آدم و خداوند میباشه، ولی من خوشبختانه روزه خود گرفتم، عبادات خود کردم و امیدوارستم من درگاه خود قبول کنه. انشالله روزه و نمازت قبول درگاه حق باشه. آرزو جان، همیشه میخندی، همیشه خوشحال هستی، گاهی وقتی شده قهرم شده باشی، سر چی چیزا زیاد کار میشی؟ تشکر رویا جان. خنده نمک زندگی است، آدم باید همیشه لبخند بزنه. اگر آدم بخواد که زندگی خوش داشته باشه، باید خودش بر روی زندگی لبخند بزنه که زندگی بر روی آدم لبخند بزنه. بله چرا نه، قهرم میشم، ولی قهر که میشم اگر که مثلا عزیزان نزدیکای مرا قهر بسازن، با زورم نکشه گریان میکنم. اگر که بیگانه مرا قهر بسازه، باز امو لحظه جوابش میتم فراموش میکنم. زیاد قهر اصلا نمیشم مثل کسی که بسیار مثلا جنگ کنم یا فیزیکی و سرکس وار کنم و چیزا ندارم. دیگه اما تو خوب است آرزو جان، آدم بیشتر وقتا گذشت داشته باشه خیلی خوب است و خودت هم مثل ما همیشه میخندی و همی چی میگن راز خوشحالی ما خوشبختی ما شاید به همی خنده ها و زودگذری ما از مشکلات باشه که ما تا به امروز تانستیم همچنان زندگی ما را به خیر سپری کنیم. خدا کنه هم هموطنان عزیز ما خوش باشن و بخندن، همیشه لبخند داشته باشن. آرزو جان، چای کلچه هم اونجا دیگه به خیالم تیار کرده، پیش روی دمت آماده ماندی، یگان ذره شو بر ما تعارف نمی کنی. ما خو اینجا از هیچ چیز مستفید نیستیم متاسفانه امسال به خاطر کرونا. ای بر خودت و رستم جان آماده شده. این رول است افغانی و کلچه نمکی نام خدا همش، ولی ما آماده نکردیم. یک هموطن عزیز ما یک بزنس کوچک دارن به نام افغان دیلایت و میرا جان عزیز، اونا آماده کردن، ما از پیشون خریدیم و شیرپیرام است. نوش جان قدر لایق نشدیم که یاد بگیرم. نوش جان، آرزو جان عزیز، نوش جانت باشه. از طرف من و رستم هم خودت نوش جان کو، واقعا دل ما را آب کردیم. ما به خیر خانه که رفتیم دیگه، خوب سعی تلافی که در برنامه نتونستیم چیزی نوش جان کنیم، باز در خانه رفتیم نوش جان میکنیم. ما هم در چیزا لایق نیستم دل جمع، تنها تو نالایق نیستی در چیزای خمیری که پخته نمیتونی، ما هم چیز پخته نمیتونیم. چی میگم بگفتی انت اثر موقع خیر نیست که چیزای خمیری رو زود یاد بگیریم تیار کنیم. خواهر مستی از او خاطر. بیا از بخاطر همو است. بله ماشاءالله آرزو جان، در سر میزتان خواه هر نوع شیرینی و هر نوع چیزی که در روزای عید معمولا مردم می داشته باشد دیده میشه. خودت نگفتی که از میان کلچه و کیک و میوه های خشک بیشتر کدامش از زیاد دوست داری؟ تشکر استم جان. من کلچه نمکی و کریم رول از یاد دوست دارم، ولی در خود افغانستان امی بغلاوه خود افغانی که است، ترکی نی افغانی بغلاوه است و فکر بسیار دوست داشتم، ولی اینجا از ترکی و ایرانی است که من زیاد خوشم نمیه، اما کریم رول و کلچه نمکی را بیشتر دوست دارم.
ماشاءالله. معمولا میگن کسایی که چیز را دوست می داشته باشند دمو پخته کردنش اوقدر لایق نمی باشند. باز خود تا می گفتی که اوقدر مهارت نداری در پخته کردن کلچه و کریبلول. رستم جان ما هیچ کوشش نکردیم که پخته کنم تا اول، هیچ امی کار نکردیم، امی جرات نکردیم. نمی فهم اگر که کوشش کنم شاید یاد بگیرم، اما تا حالا نخواستیم امی کار بکنم. بسیار خوب. آرزو جان، آیا گاه اوقات هم موسیقی مشنوی از هنرمندان محبوب کشوره؟ من همیشه موسیقی مشنم، هر روز موسیقی مشنم. علاقه مند کی هستی خودت بیشتر؟ من خیلی هنرمندهای ما را دوست دارم، بسیار زیادشان، هر کدامشان آواز خودت دارن، آوازشان زیبایی و خصوص داره، سبک خودت دارن. ولی صادقانه اگر برتان خلاصه بگویم که همیشه آهنگای کیره که تا در موترم در درایف میباشم مشنوام، از ولی جان حجازی را من بسیار سالا میشه که آهنگاش بین نهایت دوست دارم. آرمین جان هم بسیار دوست دارم که در موتر ما مست و در خانه هم همیشه آهنگای ولی جان هم میشنم. از خانم هنگامه را بسیار دوست دارم، از مرحوم احمد زاهر و یک آهنگ جدید تامینه جان ارسلان از پورا مست چند روز هر روز میشنم، بسیار دوست دارم. خب از تامینه ارسلان کدام آهنگش را میشنوی آرزو جان زیادتر؟ آهنگش از بنام خدا را چی دیدی؟ که یک آهنگ ایرانی است و تامینه جان بازخوانی کرده، او را که من میشنوم باز هوای شعر در سر می آید. او آهنگش میگم دو شعر جدید نوشته کردیم. یا آهنگ اینا رو خودت خوش داری؟ ما میرم دیگه امروز همین آهنگ حتما میشنوم که ببینم آرزو جان دیگه سلیقش چگونه است در شنیدن خواندن عمو تو. حتما بشنوین خوش تانی آید. تامینه جان یکی از بهترین آوازخوانای ما است، آواز مقبول داره و من خودش بسیار دوست دارم، در این شهر ما زندگی میکنه، یکی از بهترین دوستای من. بله واقعا همه دخترای افغان با این امکانات و با این شرایط سختی که واقعا در افغانستان داشتن و تا یک جای خودشان را رساندن، برشان آفرینی میتیم که واقعا صد آفرین برشان که تانستن خودشان را به یک مرحله برسن و با مشکلات مقابله کنن. آرزو جان، خاطره جالبی که همیشه وقتی به یادت میاد در ذهنت میاد تو را خنده میگیره، به خاطر همیشه همراه ما هم شریک بسازی. ها رویا جان، خاطرات خو زیاد می باشه که اتفاق میفته، ولی یک خاطره جالبم که هیچگاه یادم نمیره، من ایفان به نظر شما حتما عقیده دارین، سال 2005 بود که ما افغانستان رفته بودیم به عرسی دو برادرم بود. شب سینه برادر کلانم بود و من یک پیرنک کوتاه پوشیده بودم، محفل زنانه‌ای بود دیگه داخل خانه. ما وقتی که بیرون شدیم که بریم خانه، مثلا تمام شد، یک دوز و خانواده خانم برادرم خانم ها استاد بود در دالیس نره، گفت که او جون مرگی چقدر پایای مرگی بخرم داست پای چفته بودید. من گفتم تشکر، امی پایام که شدم رویا جان، استاد بودم، تاریکی بود، داماد مامای مرا دیده که من استاد هستم، اونجا یک جوی بوده در پتلا خانهشان بودم و کوچا دیدیم که جوی می باشه، مردم پاک جارو چیزا متاسفانه میندازن عین قرآن. ای که مرا دیده چراغ موتر روشن کرد که به من روشنی پرده، من کمی روشنی در چشمان تیز زد، امی یک قدم که مال نظر شدی کار میکنی چبلی های من بسیار شف، یک چبلیگک های پستهی ابرنگ پیرن رو خریده بود، او دمو گل مان مر از اونجا کشیدن که آلا مرا کل خندتش میگفت، هر کس میگفت در موتر من نبیه که بسیار وضع خراب است، بایی همیشه خنده میگفت اینا که پای مرا تعریف کردن امو دقیقا در گل رفت شد روی من تعریف نکرده بودن چی میگفت. خدای نخواست باز کلا میرفتی در بین جوی. خب مقصد خوب شد سرت بخیر تیه شد و خاطرت خیلی جالب بود، حتی بر ما هم گفتی برای خنده گرفت، شاید هر وقتی به یاد ما هم بیای خاطره خودت مرام خنده بگیره و خوب است همیشه خاطره لبخنده بر ما به وجود بیارن. بعضی خاطره خیلی ناامید کننده و خیلی ناراحت کننده است، او را خوب است که آرزو جان خودت دیگه کاملا فراموشش کردی. آرویا جان، من نظر چشم نظر که میگن امون جدید من پای ما تعریف کرد، پای ما دگر لف، همیشه میگم شکر که روی ما تعریف نکرده. خب مقصد بخیر باشه آرزو جان، بسیار زیاد خوش شدم که خودت دیدم، البته نزدیک اگر میدم خیلی خوب میشد، اما امی لازم از طریق اسکایپ هم که دیدم خیلی خوشحال شدم از اینکه صحتمند هستی، خوشحال هستی، میخندی و منتظر مهمانای عزیزت هم هستی که مادر جان و پدر جان و برادرکایت بیان به دیدنت، عید مبارکی و بتانی همچنان لحظات به خیر خوبی هم سپری کنی. شهزادگک چطور است؟ شوخی خونه میکنه؟
تشکر رویا جان عزیز، ما همیشه خوشحال میشیم که چیری مقبول خودت و رستم جان در بین خفه نشه که ما خودت از یک دیگه تعریف میکنیم چه اردی تا نه هر روز میبینم ستو و مذیبا میشه که من برنامه شما را میبینم. آرمین جان شکر خوب است، شوخی نمیکنه، تفلک آرام است دیگه، آیپد خود میگیره یا رسامی میکنه یا رنگامیزی میکنه، همیشه مصروف میباشم. بسیار عالی. آرمین جان هم چقدر دق شده باشد در روزای قرنطین، روزایی که فقط و فقط باید در خانه باشه، حتما پشت پارک رفتن و بازی کردن همراه همسن و سالای زیاد دق آورده. نه خیر رستم جان، آرمین جان خوی عادت مادر خود داره بسیار خانگیز، برعکس وقتی که من پشت سودا میرم آرمین جان میگم با تو پشت سودا بریم، باور به خدا کنین گریه میکنه، میگه نه من بیرون نمیرم، کروناست مرا بیرون نبر. کشت میپوشیم، ماست میپوشیم، بچم چیز نیست، گریه میکنه که من نمیرم. بقدر مشکل میره میتونم همراه خود بیرون ببرم در داخل موتر، اصلا دوست نداره بیرون و بازی کردن با اطفال، یا رمی دوست داره همراه خودم در خانه باشه، رفیقش هم دوستش هم مستم، بس اوقات مرم میگه که تو خواهر مستی همراه مستاتری کن. بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر زیبا است وقتی که مادر و پسر با همه قدر صمیمیت می داشته باشند و در کنار هم زمانی که می باشند اوقاتشان خوب و عالی می گذرند. انشاءالله که همیشه این محبت هایتان جاودان و ماندگار باشه و بتانین که روزهای خوب را در پیش داشته باشین. آرزو جان خیلی کوتاه هم می خواهیم از خودت منحیث آخرین سوال پرسان بکنم که برنامه های خودت در آینده های نزدیک چی هست؟ چه برنامه های مشخص داری؟ تشکر رستم جان، دعا میکنم خودتان بخیر و وقتش پدر شوی بخیر، سلامت باشی و سوال خوب کردین، نگفته نمانه که دمی اید بخیر شما رویا جان، همگی برنامه مرسی دقیقه بارزو را از کانال یوتیوب خودم ببینین که ما دو هنرمند بسیار محبوب و مشهور افغانستان که یقین دارم همه تان دوستشان دارین دعوت کردین میمان برنامه ما هستن که خوشبختانه هر دوی زی دو هنرمند عزیز بهترین دوستای ما هستن که ما قصه های بسیار شیرین و جالب در این برنامه با هم دیگه داریم. از من بیننده برنامه های اید ما باشین، من تا برتان نمیگم که میمانان مکی است دیگه، مصروف برنامه خود ما هستم و مصروف درس هم، ولی بیشتر خواستم که دو چهره که مخصوصا یکیشان که بسیار کمتر در رسانه ها ظاهر میشه و کم حرف میزنه، او را من تانستم که میمان برنامه بسازم، چون دوست بسیار خوبم است و کمک سر زور بودم، گفتم باید بیایی با عزیزان قصه که هیچ وقت نکردی بکنی بار. انشالله در کارای موفق باشه آرزوی عزیز، بسیار زیاد خوشحال شدیم که در روز اول عید صحبت شیرین خودت با خود داشتیم در برنامه، همچنان خوش بگذره روز اول عید برد، اوقات خوب و خوش برد میخوایم و همچنان برنامه خیلی خوب و خوش داشته باشی. تشکر رویا جان از خودت، رستم جان، از حفیظ جان عزیز که همیشه مرا در برنامه های زیبایتان دعوت میکنین. خوبانه در روزی جان. از تلویزیون آریانا افغانستان من همه شما را دوست دارم، عید خوب و خوش برای شما و به تمام هموطنان عزیزم در هر گوشه و کنار دنیا خواهان هستم. زنده و سلامت باشی آرزوی عزیز، وقت تا زیاد نمیگیرم، عیدت بخیر سپری شما، خدا نگهدار. قربانتان، خدا. خدا نگهدار. بله، صحبت هایی داشتیم با آرزو جان یونس و دیدیم که چقدر آمادگی های خوب گرفته بودن به خاطر تجلیل از روزهای عید و لباس های افغانی هم پوشیده بودن و گفتن که امروز هم قرار است مهمان های زیاد خانهشان به حتما آمادگی هم گرفتن به خاطر پخته کردن غذا، به خاطر صرف طعام چاشت. انشاءالله که با آرزو جان هم بخیر بگذره و بر تمام هموطنان عزیز ما هم که امروز قرار است مهمان داشته باشند روزه خوب و خوش و اوقات خوب و خوش آرزومند است. بله، بازم عید سعید فطر به تمام مسلمانان جهان از صمیم قلب تبریک میگم، رفت و برگشت بسیار کوتاه، بازم با شما ایزان خواهیم بود. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید، اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.